روز یکشنبه 13 مرداد علی ربیعی سخنگوی دولت از حذف 3 دهک از جمعیت کشور از دریافت یارانه نقدی خبر داد. همزمان بحث حذف 4-0 از پول ملی به میون اومد و بلافاصله با مخالفت باندهای حاکم روبرو شد. در بین کشمکش بین باندهای مستقر در دولت و باندهای بیرون دولت که از قضا از هر دو جناح حاکم هم هستند، سایه روشنهای یک چپاول دیگه به نام حمایت از محرومان و البته به کام باندهای غارتگر دیده میشه. گزارشی رو در این مورد با هم ببینیم. دعوا بر سر دو شیوه غارت مردم محروم. در هیاهوی مربوط به حذف 4-0 از پول ملی و کاهش یارانه 3 دهک، دعوای جدیدی سر برآورده است. روزنامه حکومتی رسالت 16 مرداد بر ضرورت افزایش یارانه از محل حذف ارز 4200 تومانی کالاهای مشمول ارز تاکید کرد و با یادآوری اینکه دولت برای جلوگیری از بروز اغتشاشات اجتماعی از ابتدای سال 97 سیاست اختصاص ارز ترجیحی را به نام حمایت از اقشار آسیب پذیر در پیش گرفته است، مهمترین مشکلات اختصاص ارز 4200 تومانی را بروز مفاسد گسترده در زنجیره تامین کالاهای اساسی، تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی و عدم حمایت مؤثر از اقشار آسیب پذیر اسم برده و خواهان آن شده است که این ارز به طور مستقیم به صورت یارانه به اقشار آسیب پذیر داده شود. اینکه چرا ارگان باند غارتگر مؤتلفه به فکر افزایش یارانه اقشار ضعیف افتاده را از لابلای عبارات آن باید فهمید. رسالت نوشته است اکثر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیدند. به این ترتیب پیشنهاد می‌دهد ما به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد را به صورت یارانه به مردم بدهند و قیمت‌ها را آزاد کنند. عین این پیشنهاد از محافل و باندهای نزدیک به دولت روحانی هم شنیده می‌شود. حیدر مستخدمین حسینی از کارگزاران باند آخوند خاتمی 16 مرداد نوشت لازم است نسبت به تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی و ارزهای موجود در سامانه نیما، فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و فرایند واردات و صادرات و موانعی که بر سر راه فعالیت‌های صادراتی وجود دارد همت گماشت. روزنامه حکومتی جهان صنعت 16 مرداد صریح‌تر موضوع حذف ارز ترجیحی را مطرح کرده و نوشته است به جای حذف 4-0 از پول ملی به نظر می‌رسد توقف اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت می‌تواند گام بلندتری در جهت حمایت از معیشت اقشار و گروه‌های کم برخوردار جامعه باشد. این روزنامه که گروهی از باندهای حکومتی تحت عنوان بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند خبر از جنگ پشت صحنه بر سر این موضوع داد و نوشت ماه‌هاست بزرگان و صاحب نظران اقتصادی در تلاشند دولت را به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی اقناع کنند. در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماه‌های گذشته برگزار شد نیز موضوع حذف ارز ترجیحی به نتیجه نرسید و سیاستگزار بر ادامه اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال رأی مثبت داد. این که چرا دولت روحانی تن به حذف ارز ترجیحی نداد شاید کانون اصلی دعوا را نشان بدهد. یکی از مهره‌های وابسته به دولت روحانی در این باره می‌گوید متاسفانه در سال‌های قبل دوره‌های قبل هم من درگیر این مسئله بودم، شاهد این بودیم که ارز بسیار زیادی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و به واسطه نبودن سیستم‌های شفاف و روشنی در حوزه اجرایی تو حوزه بانکی یا حوزه‌ای که تخصیص ارز انجام می‌دادن متأسفانه نظارت دقیقی صورت نمی‌گرفت و مشخص نمی‌شد دقیقاً. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو مجلس ارتجاع 7 مرداد تو قضیه ارز در طی پارسال و امسال ما یه مقدار ارز دولتی دادیم، پارسال حدوداً 30 میلیارد دلار، امسال هم تا الان حدود 3.5 میلیارد دلار، قراره فقط 14 میلیارد دلار ما برای کالاهای یارانه‌ای بدهیم. بله. ارز صادراتی ما هست، یعنی اینکه ما کالا صادر کرده ایم چه مقدار از ارزش برگشته، شما اعداد و ارقام رو دارید دیگه، حدود 30% ارز بودن برگشته. یه مقدار کالا از کشور خارج شده است، سرمایه از کشور خارج شده است،
پیش بینی اینه که حدود 30 میلیارد دلار ما سرمایه از کشور خارج شده. در دعواهای باندی روشن شد که اغلب این میزان ارز را شرکت‌های دولتی موسوم به خصولتی و وابستگان حکومتی بردند. به این ترتیب جوهر دعوای باندهایی که دستشان از این چپاول کوتاه شده و خواهان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها هستند روشن می‌شود. آزادسازی قیمت‌ها برای آنان یعنی امضای سفید برای غارت بیشتر مردم و ادامه وضع موجود، یعنی تداوم غارت توسط باندهای درون دولت روحانی.